برگشتیم نیمروز تا ساعت 3 ادامه دارد و همچنان همراهی شما ایزار تا پایان برنامه خواهان هستم و دکتر صاحب همچنان با ما هستن و در رابطه به حساسیت های فصلی به خصوص فصل بهار صحبت میکنن و شما ایزایی که برنامه رو تماشا میکنین اگر پرسشی دارین میتونین به شماره تماس 0700-111-130 که این حال روی پرده هایتان زیر نویست است با اون به تماس شدن فیسبوک و برنامه ما هم آسان ترین طریق است که پیامتون میتونین با ما ارسال کنین ناریانا در نیمروز صفحه فیسبوک ما صفحه ما رو هم بپسندین و ایمیل آدرس برنامه ما هم فعال است و میتونین ایمیلتون رو به ما ارسال کنین. خب دکتر صاحب شما در رابطه با ریزش و یا آب زدن چشم صحبت میکردین که خیلی زیاد است، بفرمایید. نسبت به حساسیت های مختلفی که در هوا موجود است، چون فصل بهار است تمام چیزها سبز میشه، گلا مشکف بناهن بوی معطر به وجود میاد، کنال بعضی ها هستند که در مقابل بوی حساسیت دارند، بعضی ها هستند که در مقابل خود گردی گل یا که در بین گل گرد میباشه در مقابل زو حساسیت دارند. اما در این وقت کی کسانی بسیار مواجه با مشکلات زیاد میشن؟ کسایی که نفس تنگی بسیار زیاد دارن. کسایی که نفس تنگی دارن وقتی که اونا اینمی بوی حس میکنن یا بوی کش میکنن، در این وقت است که در او چون ما پیشتر گفتیم که در سیستم تنفسی ما مقدار یا تعداد زیاد حجرات مسلز موجود است و اینمی بوی وقتی که داخل میشه، اینمی موادی که داخل سیستم تنفسی میشه بیشتر نفس تنگی زیره بیشتر میسازه و اونمو کانال های یا بلوله های مجرای تنفسی را تنگ میسازه و او نفس کشیده نمیتونه، بنابراین نفسش قطع میشه و جغس سینهش به نهایت زیاد میشه. و اکثرا در فصل بهار اکثرا فامیل ها به طرف باغ ها رخ میکنن، چکر میرن تا برشان تفریح شوه و مغزشان آرام شوه و روحن تسکین شود. درست است، روحن تسکین میشن، بله، اما اگر مریضای نفس تنگی دارن اونا را هم رای خود نبرن، چرا مشکلات از اونا دوچند میشن. و کسایی که اینمی ریزش و زکام و چیزا پیدا میکنن او یک مشکل عادی است، پس برطرف میشه، یکقدر مشکل به وجود نمیاره. بله دکتر صاحب، و چی خوب است که شما هم در رابطه به خطرات از دیه حساسیت ها صحبت کنید که چقدر خطرناک است و چقدر مشکلات بیشتر از این مشکلات را که شما گفتین به وجود میه و در صحبت های قبلی تانم گفتین که باعث مرگ و میر اینا میشه، چون بعض از دوستا و بعض از بیننده های ما که این حال برنامه تماشا میکنن این حساسیت ها را قدر جدی نمیگیرن، میگه با مرور زمان با مرور گذشتن فصل بهار در فصل های آینده حتما خوب میشه، یعنی حساسیت فصلی است. حالا شما هم در رابطه با خطرات اینش بگین که خطرات البته مشکلات جدی بگیرن نزد دکتر صایبا و زوتر بسید مراجعه. یکی حساسیت های فصلی، حساسیت های فصلی است که زمینه را مساعد میسازه با ایجاد یک مرض. مثلا یک شخص حساسیت میکنه آبریزی بینی داشته میباشه، خارش بینی، یا در فصل بهار 5-6 باری ریزش میکنه که خودش حساسیت است. وقتی که ریزش دوامدار شد در این جریان در بین دو رخسار، در عقب دو رخسار و بین دو چشم بالا در قسمت از جیوف است، اینمی جیوف التهابی میشه. مرض دیگری که به نام ساینوزایتیس یا التهابی جیوف میگیم ایره ایجاد میکنه که وقتی ایره ایجاد کرد یک سردردی بسیار شدید به انسان پیدا میشه، حتی در وقت نماز به سجده که میره در دو قسمت چشمان خود به قسم فکر میکنه که چشمانش میبره. بله. یک مشکل. مشکل دومی را که ایجاد میکند اگر زیاد چند بار با این مواد الرژن یا موادی که حساسیت زاست مواجه میشه، میشه در سیستم تنفسی سینه بغل شود، یک. دو، باعث نفس تنگیزی شود. سه، در خود اطفال چرا به میان میره؟ در خود اطفال باعث تاخر رشد و نموی طفل میشه، چون طفل در این سن که طفل میباشه رشد و نموی زینها بسیار سریعتر میباشه. وقتی که اونا با اینمی مواد الرژی که حساسیت میکنه یا حساسیت زا هستن مواجه میشن در هر فصل 3-4 بار یا 5 بار یا 10 بار. بله. چون اگر در فصل بهار باشه سینه بغل میشن، گلو درد میشن، در این وقت است که برونا اکسیژن و مواد غذایی که لازم است به شکل صحیح و درست نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطر که اشتهای طفل خراب میشه. بله، وقتی که اشتها خراب شد غذا نمیگیره یا شیر نمیخوره، پس رشد نمویزو کمتر میشه. اما یک چیز دیگه که باید یادآور شیم، بعضی ها از فامیلا هستن، خانم ها هستن، خوش دارن در داخل خانه خود بسیار پاکی و صفایی، واقعا که الطهور و شطر الایمان بدونشن. درست، اما بعضی از کارها بسیار ضرور است که باید ما ایره بدانیم که بعضی ها هستن که در خود خانه هر وقت باید یک خوشبویی باشه، ایر فرشر یا موادی هست که در خود فضا میزنن که امو هوا معطر شود.
بازی با اینمی بویی های مختلف مصنوعی که ساخته شده با این حساسیت دارند. بله دکتر صاحب، که تعداد از این اشخاص خیلی زیاد ماست که با اسپری و یا عطر و همچنان خوشبویی خانه را که شما گفتین خیلی حساسیت دارند، این مشکلات در چی می باشه؟ چرا یعنی زیادتر با مواد خوشبوی حساسیت می داشته باشند و قسم که شما گفتین چشمایشان آب می زنند، حتی باعث سردردی های بیش از حد نزدشان می شن؟ چون ما قبلا گفتیم که در سیستم تنفسی تعداد حجرات مثل بسیار زیاد است، وقتی که اینمی بوی وقتی که بوی هست، ذرات از درمی خود هوا از یک جا به دیگر جا انتقال میشه. مثلا در کنج خانه اونجا عطر زده میشه، عین در ظرف چند ثانیه در کنج خانه دیگر کسی دیگر احساس میکنه بویش میاد، چون اینمی ذرات است که در داخل هزی هوا حرکت میکنه و بسیار به شکل سری، وقتی که به شکل سری در سیستم تنفسی یا در بینی از طریق دهن یا از طریق بینی این انشاق میکنه، وقتی که انشاق شد در مو حجراتی که تعداد زیادی در وجود ما در سیستم تنفسی ماست با او تماس پیدا میکنه و آنتی بادی تشکیل میده. اینمی آنتی بادی وقتی که تشکیل شد هستامین آزاد میسازه، هستامین که آزاد شد مشکلات به وجود میاره. اینمی مشکلاتی وقتی که به وجود میاد، بعضی ها هستن اینطور فکر میکنن که شاید عطر نیست در مقابل عطری، اما بسیاری وقتی که بوی عطر شد عطسه زد یا نفسش قطع شد یا چشمایش سوزش پیدا کرد، در این صورت نباید استفاده کنه. بله. بعضی هستن که در مقابل چیزهای دیگری مانند مکاپ حساسیت دارن، اما با وجودی که حساسیت دارد چشمایشان سرخ میزنه، اگر یک عروسی میزنه او صحت خود مد نظر نمیگیرن، باید این چیز باید نشه به خاطر اینکه در آینده برای اینا مشکلات جدی ایجاد میکنه. و دکتر صاحب، بنوار جنبندی، اگر در رابطه با واکسینایی که به خاطر ریزش و یا به خاطر حساسیت های فصلی به وجود اومدن، اینا را که استفاده میکنن چقدر مفید یا مضر است، و همچنان به عنوان آخرین پرسش اگر بگین چگونه از حساسیت های فصلی بیننده های عزیز جلوگیری کنیم؟ در قدم نخست باید بگیم که بسیار مهم است که حفظ ما تقدم داشته باشیم. قبل از اینکه با یک چیزی روبرو شویم یا او چیز برای ما پیدا شه، ما باید جلوگیری بکنیم که او هست وقایه. بله، وقایه بهترین راهی است به خاطر معالجه از اون شخص. باید چیز با مقابل چیزهایی که ما حساسیت داریم از او خود وقایه بکنیم. همیشه وقتی که بیرون میبریم یک ماسک بگیریم، بینی خود پوت کنیم تا تماما موادی که در هوا موجود است و حساسیت زا باشه از او جلوگیری شود. اگر بیایم در رابطه واکسین، واکسین درست است، اما نتیجه واکسین 100% نیست. بله، مثلا واکسین های مختلف موجود است، واکسین های الرژی است، واکسین مورق است، واکسین نفس تنگی است، مختلف واکسین ها موجود است. واکسین بگیرن اگر نتیجه داد خوب، در غیر آن کوشش زیرا بکنن که خود وقایه بکنن. بله. اگر خود وقایه نکنن مشکلات جدی را به میان میارن. یک چیزی را باید بسیار زود یادآور شوم که همیشه بعضی اشخاص هستن نزد بعضی از دکتر صاحبان مراجعه میکنن، اونا میگن که ما واکسین نفس تنگی برات میکنیم یا واکسین حساسیت برات میکنیم. بله. در حالی که برزو یک پیچکاری به نام کناکارد یا ترامسینولون که استیراید است، برای زرق میکنه، مانند شیر است، او دردها را آرام میکنه، نفس تنگی را کم میکنه، کاهش میده، حساسیت را کاهش میکنه، اما محدود به خاطر یک ماه، دو ماه، نهایتاً 3 ماه. اما گروه بار ما استفاده میکنیم، او عوارض جانبی بسیار زیاد داره. هرگاه تماما افراد جامعه ما باید بفهمند که هرگاه کسی برش پیچکاری داد که او مانند شیر بود، قطعا زرق نکنن، به خاطر که او استیوپوروسیس میده، استخوان نرم میسازه، سیستم معافیت پایین میاره، سیستم دفاعی وجود ضعیف میسازه، بنابراین خطرات نسبت به فایدش خطراتش بیشتر است. بله، سپاس از اینکه دکتر صاحب تشریف آوردین، واقعا صحبت های خیلی خوب هم داشتین، و با امید از اینکه دوستای عزیزی که برنامه رو تماشا کردن صحبت های شما رو مراعات کنن، البته نکات را که شما اشاره کردین، و زیاتر کوشش کنن وقایه و یا جلوگیری کنن پیش از اینکه از ادویه‌جات و یا همچنان پیچکاری‌ها و یا واکسینایی که شما گفتین استفاده کنن. بازم تشکر. خب بیننده های عزیز، حالا هم برنامه داریم، در دوام برمیگردیم و سینتا جان با مهمانشان خواهد بودن.